سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا این ویدیو ضبط میشه برای کسایی که خودشون میخوان موهای خودشون رو سشوار بکشن و خیلی از مشتری هم گلگی میکنن آقا من میرم خونه دیگه نمیتونم سشوار بکشم، چی کار کنم؟ راه حلش چیه؟ خب همونطور که میدونید من ویدیوهای زیادی گذاشتم توی یوتیوب، ولی خب اونا جهت آموزش برای آرایشگرها که چطوری بتونن برای کسی دیگه انجام بدن. خود آدم بخواد واسه خودش سشوار بکشه یه مقدار شاید براش مشکل باشه اگر ندونه چیکار باید کنه. یک نکته که شما قبل از سشوار کردن باید بدونید اینه که وقتی از حموم میایید بیرون حتما باید موهاتون رو سشوار بکشید و اون حالتی که میخواید بهش بدید. اگر از زمان شستن سرتون زیاد گذشت و موهاتون خوش شد و دیگه رطوبتی نداشت، هر کاری کنید با سشوار اون حالت دلخواهتون رو نمیگیره. پس حتما بعد از شستن سر باید شما سشوار کشی و حالت دهی رو انجام بدید. این یه نکته. نکته دوم برای کسایی که موهای بلندتری دارن و میخوان حرارت سشوار به موهاشون آسیب نزنه چی کار باید کنن؟ شما میتونید قبل از استفاده از سشوار به موهاتون کرم قبل سشوار بزنید یا اسپری دو فاز، برای اینکه حرارت سشوار باعث میشه که رطوبت مو از دست بره و شما اگر از اسپری دو فاز یا کرم قبل سشوار استفاده کنید از موهاتون محافظت میکنه. حالا بریم سراغ حالت دهی. اگر شما موهاتون رو به بالا میزنید، حالا سمت چپ یا سمت راست میزنید فرق نداره، خلاصه رو به بالاست دیگه، درسته؟ چی کار باید کنید؟ اینکه اول موهاتون رو کامل رو به پایین برس کشی کنید و از قسمت تاج سر اینجا شروع کنید سشوار کشی و ردیف به ردیف بیاین عقب. اگر موهاتون صافه که همین جوری از عقب که میاد جلو روی مو بکشید کافیه. اگر موهاتون موج داره یا فره میخواید صاف بشه، برس پیچو باید همین مسیر رو که میاید برس پیچو باید زیر مو بندازین و باد سشوار پشتش حرکت کنه. از این قسمت، قسمت تاج سر، سشوار چسبیده به برس حرکت میکنه. دوستان با این فاصله شما سشوار نکنید، موهاتون درست حالت نمیگیره، مخصوصا موهایی که فره یا موج داره باید حتما چسبیده باشه. حالا میگید آقا شاید موهامون بسوزه اینجوری. موها نمیسوزه وقتی که حرکت مناسب باشه. اگر خیلی سری باشه حالت نمیگیره، اگر خیلی آروم باشه مو میسوزه. پس متناسب با جنس مو حرکت رو انجام بدین که با یک بار حرکت مو کاملا صاف بشه. اگر موهاتون موجدار یا فره، برس باید بیاد زیر مو و سشوار روی مو باشه، یعنی این موی شما بین برس و سشوار قرار میگیره به این شکل و حرکت میکنه. ببینید به این شکل حرکت میکنه و این حرارت سشوار باعث میشه موها صاف بشن. چطور صاف میشن؟ برس پشتشه دیگه، باد گرم سشوارم روبروش به همین شکل حرکت میکنه و مو کاملا صاف میشه. این هم برای کسایی که موهاشون موجدار یا فره. حالا رو سر خودم میخوام انجام بدم، به شما میگم چجوری باید سشوار بگیرید. اگر دست راست هستین، یعنی با دست راستتون مینویسید، سشوار توی دست چپتون و برس توی دست راستتون. اگر دست چپ هستین، برس توی دست چپتون، سشوار توی دست راستتون. حالا من دست راست هستم، برس توی دست راستمه، سشوار رو به این شکل با دست چپم میگیرم، به این شکل و سرمون به این شکل خم میکنم و چشام رو به بالا توی آینه نگاه میکنم. میام از قسمت انتهای سر، تاج سر، شروع میکنم سشوار کردن. حالا اگر موی من موجدار بود میندازم زیر مو و صاف میکنم و میام جلو. دقت کنید که ردیف به ردیف بیاید جلو، یهو از جلوی سر شروع نکنید سشوار کردن، این باعث میشه که موتون این قسمتش، قسمت پشتش حالت درستی نگیره. ردیف به ردیف میام جلو، به قسمت جلوی سر میرسم. جلوی سر رو میخوام چیکار کنم؟ پف بدم، مدل پومپادور پف بدم جلوی سر رو. چیکار کنم؟ ببینید برس پیچ شما میاد و روی مو قرار میگیره، پشت مو قرار نمیگیره، روی مو قرار میگیره و به انگشتای من دقت کنید، انگشتای من چجور تاب میخوره؟ به این شکل تاب میخوره
و مو رو میبینید که اینجا این قسمت یه شکستگی ایجاد شده دیگه، درسته؟ سشوار میاد دقیقاً اونجایی که شکستگی ایجاد شده، باد حرارت سشوار، باد گرم سشوار میاد پشتش و به این حالت رو به بالا میکشم. این حرکت باعث میشه چی؟ موهای من هم قص برداره هم پف کنه، به همین شکل. این از جلوی مو. حالا میخواییم بریم قسمت های بغل مو رو حالت بدیم. اگر کات شما مستقیم رو به بالاست، خب شما خواهید رو به بالا حالت بدید دیگه. به این حالت سشوار میاد تو این دست و برس از انتها، از اینجا شروع میکنید برس کشیدن و رو به عقب. اگر موهاتون موجدار یا فره، میندازید زیر مو و همینجوری میرید عقب. این برای حالت دادید. بعدش میاد کدوم ور؟ این قسمت. این ور هم رو بالا، از انتها شروع میکنید حالت دادن، میاد جلو. اگر رو به این سمته، خب کاری نداره، برس رو میندازید توی مو، همون کاری که برای جلوی مو کردید که پف کنه رو این قسمت هم انجام میدید. میندازید روی مو، با انگشتاتون برس رو میچرخونید، سشوار پشتش حرکت میکنه، این باعث میشه این قسمت هم پف کنه. حالا این قسمت میخوابه این سم دیگه، درسته؟ چی کار میکنید؟ برس رو میندازید انتهای مو و حالت میدین، میاید جلو. خیلی راحت با این تکنیک میتونید شما موهاتون رو توی خونه خودتون سشوار کنید. خیلی مخلصین، بدرود.